حجت الاسلام سید افتخار حسین نقوی از علمای برجست برجسته پاکستان در بیانیه ای گفت تصمیمات قضایی درباره طلاق و ارث خانوادگی زنان شیعه از این پس به جای فقه هنفی بر اساس فقه جعفری اتخاذ خواهد شد عضو سابق شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان افزود به دلیل مجاهدت طولانی درباره حقوق شیعیان موفقیت زیادی در مسائل حقوقی مربوط به ارث بیوه و طلاق زنان شیعه حاصل شده است به تاکید کرد از این پس تصمیمات دادگاه درباره ارث و طلاق زنان شیعه در پرتو فقه جعفری اتخاذ خواهد شد وی گفت حقی که در قانون اساسی پاکستان درباره حقوق شخصی به مذهب شیعه داده شده در این دو موضوع محقق شده است پس از تصویب لایحه ای از سوی مجلس ملی و سنای پاکستان برای اصلاح بندهای چهار و هفتم قانون خانواده مسلمانان رئیس جمهور نیز این دو لایحه را امضا کرد گفتنی شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نهادی قانونی و رسمی است که بر تدبیم و تصویب قوانین در مجالس این کشور مطابق با قرآن و سنت نظارت دارد این شورا در سال 1962 تأسیس شد و اعضای آن حداقل 8 نفر و حداکثر 20 نفر از علمای مذاهب اسلامی می باشند.